أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين <applause> لا سيما بقية الله الحجة من الحسن في روح عالمين العالمين واللعن على أعدائهم أبدا الأبدين ودهر الدوحرين اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاد و ناصر و دلیل و عینا حتّه اتسکنه و ارض کتانه متّعوفیا طویلا بررحمتکاره. بنید از مقدمات فقاهت واستنباط استنباط بنابر مبنایی که ما داریم این مطلبه که ما در روايات فقهی نیز روایات اخلاقی داریم روایات تربیتی داریم فعادتا حضرات فقها رحم الله الماضین منهم و علی الله مقامهم و حفظ الله الباقین منهم میگن ما روایات اخلاقی داریم روایات فقی داریم روایات اصولی داریم ما میگیم تو روایات فقی روایات تربیتی هست روایات اخلاقی هست ترجمه می و این یک افقی برای انسان باز میکنه که این افق افق مهمیه که اگر ما آمدیم خواستیم روایات رو بررسی کنیم چند تا مطلب رو باید بدونیم یک عام و خاص و مطلق و مقید دو روایات تقیه و روایات غیر تقیه سه روایاتی که از معصوم صادر شده و روایاتی که از معصوم صادر نشده ترجمه فرمایید چهار سنت قطعیه این مسائلیه که باید دیده بشه پنج روایات متواتر حالا بعضی از اینا متداخل با هم دیگه هستن ولی بعضی هاش متداخل نیستن یعنی عموما وجه بینشون هست ما میخوایم بگیم که مضافن بر آن ما یک روایاتی داریم که به استناد تربیت معصوم و ساست العباد بودن معصوم به گونه اهل بیت صحبت می کردن که طرف این گونه به ذهنش متبادر می شد که چی؟ که مثلا این کار حرامه یا این کار حلاله یه مثالی براتون بگم گفت رفتم خدمت حضرت صادق سوال ازش کردم حضرت این گونه جواب دادن شاید جناب محمد بن مسلم بود در دا بیان این روایت رو یا کسی دیگه گفت این من جراب نوره یعنی چی؟ آها جراب نوره منظور که یعنی تقیه با شما صحبت کرد مطلب رو به شما نگفت گاهی نه میره سوال میکنه حضرت میگه نه چرا این کار کردی؟ آه این کار مثلا حرامه حضرت نمیگن حرامه نمیفرمان حلاله نمیفرمان حرام نه چرا این کارو کردی یا میگه این کارو کردم من حضرت میفرمان که اعاده کن نمازتو اعاده کن یعنی باطل نماز اهل بیت علیهم السلام بلد نیستن صحبت کنن بلدن صحبت کنن پس چرا میفرمان این گونه صحبت کن این گونه انجام بده اعاده کن وقت اگر بله اگر یک روایت رو آمده اعاده کن هیچ روایت دیگری نباشه که صلاتو صحیحه ابنه خب بله ما اعاده میکنیم چاره ای نداره ولی اگه فرمون اعاده کن و یک روایت دیگه فرمود نمیخواد اعاده کنه اونا تعارض نیست این اعاده استحبابیه و نوعا فقه ها مشهور فقه ها فقهای فقه های قدیم استنباطاشون اینگونه بوده لذا شما میرین ببینین بی بین فقه های قدیم سابقا و فقه های حالی فتا خیلی فرق میکنه و به ذهنم میرسه فقه های قدیم مثل مرحوم علامه و مرحوم شیخ مفید اینا در فقه قوی تر بودن و مثل مرحوم محقق در فقه قوی تر از فقه های معاصر بودن گرچه فقه های معاصر در اصول بندی و ترتیب مواضع قوی و ریشه یابی کردن مسائل و قواعد بیشتر شده منقحتر شده اما به نظر میرسه که فقاهت اونها بیشتر بوده بله لذا اختلاف در فتاهاشون خیلی شده جرعت هم داشتن دیگه سابقی جرعت هم داشتن فتوا میدادن به این روایت فتوا میدادن اصلا میریم اینجوری ابن فتوا میداده علامه هست مثلا در فلان کتابش مثلا بین علامه در کتاب های مختلفش اختلاف هست دیگه بین آراشون در برهای زمانی متعددی نوشته بر حسب اه... حالا باید ببینیم خب شاید کتاب های آخر علامه قویتر باشه از یک جهت نه خیلی آخر یعنی باید ببینیم وقتی که سرحال بودن یا شاید قویتر باشه یا بیشتر کار کرده باید ببینیم کدام کتاب بیشتر کار کرده چون علامه علی الله مقامه کتاباش خیلی مهمی در علم دنیا چون علامه یک نوع اه... منصب شبه حکومتی هم داشت ولذا خیلی کثیر الفروع کتب علامه علی الله مقامه شریف و مهم نگاه کردن به کتب علامه حالا در هر صورت وقت میبینین میاین شما یک مطلقی آمده در زمان امیر مؤمنین خاصش که آمده در زمان امام هادی میشه لذا آین و فقها دارن و احیانا ملتفت به این جهات شدن میفرمان هادا عمومه آبن عن التخصیص شما برین تو معجم الفق برین میسین آبن عن التخصیص این چقدر دار در میاد برین شما و لا ما شاء الله در کلمات فقه مخصوصا فقه های قدما قدما از فقه عمومه آبن عن التخصیص اطلاق او آبن عن التقی مگه میشه دیوی سال شیعیان یک جور دیگه عمل میکردن توجه میفرمون؟ او وقت اگر جهات تربیتی رو در نظر بگیریم میبینیم خیلی اختلاف نیست بین روایت نمیخوام بگم احادیث متعارض نمیمانه میمانه ولی خیلی کمتر به جهت اینکه اهل بیت علیه السلام میخواستن مردم رو تربیت کنن حالا ما در مقام استنباط اگر برآمدیم چیکار باید بکنیم ما میتونیم حکم رو از بین این روایات به ظاهر به ظاهر بدوی متعارض بفهمیم مثل بحث غسل جمعه مگه شیخ صادق فتوای به وجوب به غسل جمعه نمیده مگه عده از فقها فتوای به فتوا حالا فتوای به جواز ترک غسل احرام نمیدن میگن ترکش شاید چیز نیست من خودم این خود احتیاط میکردم چون که روایت داله بر جواز ترکش نیامده از محصول همش میگه اختصال 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 اما فقها آمدن یادی از فقها و جرأت هم داشتن و بررسی کردن و گفتن نه این مستحب مؤکده شاید مکروه ترکه غسل جمعه که حضرت امیر فرمود اعجز الناس من ترک غسل جمعه حضرت رسول فرمود علی جان اگه کل دنیا رو داشتی نصف بده آب بگیر غسل جمعه مهمه حالا چیه خاصیتش من نمیدانم شو تاثیر بر دینت داشته باشه من نمیدانم و نمیخواستن این ترک بشه به چه زبانی بگم وقت در بحث محرم خود محرم یک تعابیری هست نسبت به بعضی از محرمات که خوندیم مثلا در بحث شطرنج و قمار بود مثل کسیه که مثلا این حرامه این حرام نیست، این حرام مؤکده، آقا حرام مؤکد نیست اصطلاحات ما، این خی... ای خیلی شنیعه، خیلی فساد داره فقید اونه و همون خب این کار رو بکنیم، که تمیز بدیم حاج آداییمون، استادمون حفظ الله، حضرت آیت الله مدرسی یادم سابقا، از بچگی خدمت ایشون بودیم گفتن سه علی اگه خواستی روایات رو بررسی کنی همشون بنویس تو ذهنت بذار جلوت فرض کن از یک معصوم صادر شده نمیشه اینقدر معصوم تناقض داشته باشه ببین مشکل چیه حلش چیه لذا اهل بیت فرمون انا لا نعد الرجل منكم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا این معارض توریه این این مثلا میاد به حضرت سوال میگه حضرت من انسان گرفتاری هستم نمیخواد این سوالا رو از من بکنه این رجل مطلوب عنوان بصری دیگه روایت عنوان این رجل مطلوب برو سراغ پیش تا... 98 سالش بود حضرت فرمود الان اومد کجا بود. بودی سابقا گفت پیش نم انا انس نم نه انس بود مالک مالک ابن انس حضرت فرمود بقیه عمرت هم برو اونجا 98 سال <تصفح> اونجا بودی الان آخرش اومدی اینجا حزر في خصم يقدش ليس العلم بالتعلم إنما هو نور يضعه الله في قلب من يريد أن يهديه فإذا أردت العلم فاطلب في نفسك أولا حقيقة العبودية أسكت هو ما حقيقة العبودية خلاص آه. الآن حمي الوطيس بتعبير أمير المؤمنين تو جانج من أم تشجد ينقاي كاردن فأمر بح الآن حمي الوطيس الآن قبل قبلا بازي بود وا تد ميدون آه خوب گفتی به قول عرب میگه مربط الفرس اینا تایید بشه اینا خیلی دکتوره مربط الفرس چی میگن تو فارسی لب الامر مربط الفرس لا يجد العبد فيما خوله الله ملكا لان العبيد لا يملكون فاذا كان كذلك هان عليه الانفاق بنده نبينت در آنچه که خدا به او عطا کرده که مالکی شده المال مال الله یضعونه حیث امرهم الله حالا این دقیاتی که اگر یک تابلوی بذار من اتفاقا میخواستم همین کار رو انجام بدم گفتم بتون زهرم گفتم این مقدمه رو بگم شاید هفته آینده برای همین الان نمیخوام هم برم جلو میخوام با رفقا بالا بریم ان برکت رو این روایات بحث ازدواج دختر با اذن و بدون اذن پدر بیاریم بررسی بکنیم بنویسیم اینجوری قشنگ یعنی جلو رومون باشه ببینیم خب چند تا اینجا چند تا یک با یک نگاه به اینها یک نظری بکنیم ببینیم چی میشه مطلب اون عوض نمیشه از مطلب سابق نتایج گفتیم ولی دیدمون وسیع‌تر میشه این مهمه حالا چند تا مطلب هست مثلا یک کسی آمد خدمت حضرت حضرت فرمون اغتسل للجمعه این باید غسل کنه اصلا داریم غسل جمعه واجب این باید غسل کنه حق نداره غسل نکنه چون که امر حضرته اما فقیه چی وقتی میاد اینجا اقتصاد یک جا یک جا میبینه که حضرت فرمودن غسل میگن لا بس ترک بشه میفهمه این مستحب مؤکد یا ترکش مکروهه فی حوا حضا... این فقیه افقه کیه به نظر بنده والله العالم اون کسی که فتوا به جواز نده عمومی بگه غسل جمعه ترک نشود همونی که اهل بیت میخواستن گفته واجب نه یعنی غبارالود به زبان عربی میگم ضبابی ضباب چیه؟ مه مهالود گذاشته مطلب رو ضبابی گذاشته واضح نفرموده یکی از اسبابی که مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی رساله ننوشتن همین بوده ظاهرا چون مردم میخوان آقا چه انجام بده که حلال یا حرام اینجوری میخواستن جواب بده با چی بگم حلال یا حرام دیدی بچه میگه بابا به من پول میدی میگه برای چی میگه نمیخواد میگه داری یا نداری جواب نمیده دارم یا ندارم میگه میدونی خب این خیلی گرونه خب خیلی گرونه یعنی نداری پول این باباست که میخواد چیکار کنه بچه رو تربیت کنه امام راعی که میخواد رعیت رو تربیت کنه اگه با این دید به روایات نگاه بکنیم در خیلی از روایات مخصوصا روایات چی روایاتی که مرتبط به تعامل بین افراده میبینیم میتونیم کشف کنیم روایات اخلاقی رو البته عرض کردم ها اگه یک جای دیدیم توریه‌ای ای هست معراض معاریضی هست ولی روایت مخالف آن نیست به ظاهر نمیشه انسان ترک کنه روایت مثلا اگه گفتون اقتصال و همینه دیگه باید انجام بدیم در اون فرق میشه؟ نه ما نم... نه اگر گفته بودن مقابل چیزی نبود حتی اگر این دلالت صریح در وجوب یا حرمت نباشه با این حال ما نمیتونیم ترکش کنیم مگر اینکه باید در مقابل باشه من میخوام جرأت پیدا کنم و لذا ببینید حضرت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف یستعنف بهم التعلیم اینه یکی از مطالبش اینه که میاد بعضی از این مواردی که اهل بیت مخالفش نفرمودن هست ممکنه باشه ممکنه تشریف میارن عجل الله تعالی فرجه اونجاها اون برش هم میفرمون فقاهت تکمیل میشه و چه بسا خیلی از این جور موارد داشته باشیم وقتی گفتم خیلی دوست دارم وقتی یک فقه مهدوی بگم خیلی از این موارد داریم که انسان به عظمت حضرت حجت قرار خواهد گرفت ان شاء الله اللهم ارنا قناعه الرشید و الله الحمد حالا می میای روات می جو میگن انجام نده یه جو میگن رضایت دخترم بگیر. یه جو میگن میفهمه دیگه انسان تو این روات میفهمه میفهمه که این فراز و نشیب ها یه مطلبی دارن میخوان میخوان این نشه اون نشه به نور رضایت نباشه بدون نور رضایت پدر نباشه در بین اینها آیا ممکنه مطلب بیا مطلب باشه بله ممکنه ممکنه حضرت تشریف بیان بگن بله رأی رأی دختره این. و ممکن است بعضی از این مسائل هم مخفی بمونه تا آخر و کان الله یحب المحسنین خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیرازی رو چون در درساشون میفرمودن ما باید نصوص روایات رو برای مردم بخونیم سو که اگه به یک آقایی یا خانم بگیم این کار حرامه ممکن انجام بده ولی اگه بگیم روایت حضرت در غیب غیبت رو مثلا یا در شطرنج رو یا در ربا رو کمن زنا به محارمهی ثلاثین مرد تحت سعف الکعبه دیگه این ربا نمیخوره آن بگو ربا حرام استغفار میکنیم آقا ببینین شیخنا سیرنا چقدر فرق بین این که ما بیایم بگیم ربا حرام است و بین این که بیایم بگیم ربا باعث میشه شما چی بشی؟ مشکل روانی پیدا میکنی بکنی ان الذين يأكلون الربا کذا لا يقوم کذا لا يقوم الا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس انگار شیطان یه چکش زده جيجه ربا خاریه حرام ربا نخوریم اینا مثل اینکه با محارمه سی بار زیر بام کعبه ربا نمیخوره دیگه کعبه پیشش عظیمه محارم پیشش عظیمه زنا پیشش عظیمه و نست روایت رو باید و با این کار خود حفظهم حرف الله. واقعا خطبا کارشون شاهکاره ها خیلی فقه مهمه ولی خطابان خیلی مهمه چون این روایات رو میارن این مردم اون عمق اخلاقی میدن به کار مردم عده ای شنیدم که میگن مثلا راه وصول به کمالات همین مسائل اسلامی است نه آقا مسائل اسلامی خیلی مهمه ولی راه وصول به کمالات روایاتیه که این مسائل اسلامی بون استناد کرده و مسائل اسلامی البته حلال و حرام واضحه ولی صحبت فقط حلال و حرام نیست صحبت خیلی عمیق تر از این مطلبه آقا نماز واجبه بعد میگه ان خیلی سینه چاک اهل بیت میگه ان شفاء و شفاعت رو قبول ان شفاعتنا لا تنا مستخفن مستخفا اینو کی میگه تو رساله عملی هست نه اون خطیبه که ملام هست خودش یا فقیه یا نیمچه فقیه بالای منبر میگه مردم میبرن جامعه رو میکشه بالا این انایات تربیتیه پس این فقه اسمش و در حقیقت چیه؟ فقط فهم نیست چیه؟ عمق اخلاقی داره و ریشه اخلاق تو همین فقه فقه اخلاقی این هم دیگه از مخترعات ماست فقه اخلاقی. یه دورگی انسان بتونه جامعه احادیث شیعه با این دید ببینه، کار بکنه، خیلی فقهاتش بالا میره. البته چه دیدی درش که نه؟ قطعاً. لوک کشف همه احادیث اخلاقی از احادیث اون دیگه حکم. برای حل تناقض. چه؟ آمی کشفش بکنید، کُلمی اخلاقی، کُلمی که مبین حکمت. و خانواده حدیثی ببینیم نه خیلی کار داره و یکیش یک، اینه حالا مثلا اگر خدا توفیق داد خدمت رفقا بودیم بعضی وقتا سعی می‌کنم بگم این روایت تعلیمی مثلا روایت تعلیمی یعنی چی مثل دانشگاه استاد دانشگاه تو پزشکی وقتی بره داره درس میده میگه بله این مرض مثلا مرض مالاریا این علامتشه و داروش هم اینه ف... فردا این شاگرده که داره پزشکی میخونه میتونه بره این دارو رو بده به یک کسی که ملاریا داره نه تخصیص داره پس فرداش میاد میگه بله این دارو باید قرینه با اون باشه یا باید با اون دارو نباشه یه مطلبش اینجوری میگه امروز میگه مطلبش فردا میگه لذا بهترین استاد پزشکی دانشگاه به ضروره بهترین پزشک نیست فرق داره بهترین استاد جراحی به ضروره بهترین جراح نیست بهترین اصولی با ضرر بهترین فقیه نیست روایت هم جور. لسانش تقیله ان اليقين لا یون قباب لسانش تقیله تعلیمیه ممکن تخصیص بخوره مثلا حالا این یقین نه ولی میخوام بگم یک روایت هست لسانش تقیله مثلا لا ضرر ولا ضرار في الاسلام لسانش تقیله یک تعلیمات لسانش تقیله ممكن ولی یک روایت افتعی. این رفته پیش دکتر دکتر بهش گفت نسخه نوشته میره بعد بعد از یه ماه میبینه دکتر رو میگه آقا خوب نشده میگه آره یک دوای دیگه هم باید یک روز دیگه میمدی بهش میگه آقا میگفتی شما همین مطلب باید میگفتی افتاد اینه همین مطلب باید میگفتی رفته پیش حضرت داره نماز میپرسه حضرت همه چیو میگن میگن یه بار سبحان الله و الحمد لله میشه یه روز دیگه بگن که آقا مثلا نباید سه بار میگفتی ما <متحدث> آقا سبحان الله الحمد لله بخون نمیگن یه بار یا سه بار یه روز دیگه بگن سه بار آقا من خواستم عمل کنم تأخیر البیان عن وقت الحاجتی قبیح و من المعصومی اقبح الا موردین. بحث تقیه و بحث تربیته این مطلبی که باز ستاره دنباله داره البته ما کار بشه. و مقدار بس باشه مقداری قالون هو الخساره صلى اللهم على محمد وعلى اله الطيب